خدای زیبایی ها. سلام و صدها سلام، سلام و هزارها سلام به تک تک شما دوستای نازنینم، به همه شما خوبا. امیدوارستم که این روز چهارشنبه را، یعنی روزی که کم کم نزدیک میشیم به آخر هفته را، به خوبی و خوشی آغاز کرده باشی. بله، سلام سلام به تمام شما دوستای خوبم. انشالله که جور صحتمند و سر حال و پر انرژی و قوی باشین. بله. و روز چهارشنبه را به خوشی آغاز کنین و به خوشی به اتمام برسانین. بله. مریم جون، تو خودت گفتی که روز چهارشنبه و من گفتم که روز چهارشنبه. بله. پس بیاین یک بار سعی بکنیم که روز چهارشنبه ما چی داشتیم در برنامه. بله. پس بگیم که روزای چهارشنبه ما آیتم یک سفر یک چکر داشتیم. یعنی آیتم یک سفر یک چکر ما چی بود؟ در مورد بزرگترین و زیباترین مساجد دنیا برای دوستای از ما معلومات میدادیم. بله. بله. خب اگه از آیتم یک سفر یک چکر بگذاریم و بیاییم یک نگاهی به فیسبوک و یوتیوب برنامه هم داشته باشیم، چون خیلی دیر شده ازش یادی نکردیم. پس میگیم که فیسبوک برنامه ما هست، مثل همیشه کودک نوجوان واو نداره از یادتان نره. میتونین که داخل فیسبوک شوین و عکسایی رو که برای آیتم شگوفه ها میخواین که ما نشر بکنیم در کامنت های اونجا برای ما رایی بکنین. و همچنین که یوتیوب برنامه تمدن تیوی هست، بعضی از دوستای عزیز ما که مشکلی داشتن یا نتونستن برنامه رو همون روز ببینن، میتونن که از طریق یوتیوب برنامه برن و در اونجا برنامه های گذشته ما رو، چی برنامه های روزای پنجشنبه ما که با حاج آقای اخلاقی است، چی کاردستی های ما، چی آیتم های شگفتی های آفرینش ما، یا چی هر کار دیگه ای، چی آیتم کمان رستم ما که نصیبه جان بر ما نقاشی میکشه رو، دوستای از ما میتونن که از طریق یوتیوب ما، دوباره تکرار میکنم، تمدن تیوی دنبال بکنن و ما رو حتی در یوتیوب هم ببینن. بله دقیقاً. خب دوستای عزیز ما میتونن که ما رو در فیسبوک و یوتیوب ما رو دنبال کنن، ما رو پیدا کنن. کسایی که دوستای ما شاید علاقمندی زیاد به برنامه داشته باشه که ببینن، اما به دلیل برق نبودن چیزا نمیتونه برنامه رو ببینن. دلایل دیگه به خاطر همین میتونن که برنامه های جالب و دیدنی ما رو در یوتیوب ببینن، در تمدن تیوی یوتیوب. بله. یوتیوب هستن و همچنین فیسبوک کودک نوجوان. بله. خب مریم جون، دوباره بیاین طرف روز چهارشنبه ما. بله. یعنی روزهای چهارشنبه ما با آیتم یک سفر یک چکر. بله. امروز هم ما با کمال، یعنی چه قسمی بگم، با پر بودن معلومات ما در مورد یک مسجد زیبا. بله. در مورد یک مسجد خوب دوباره آمدیم پیش دوستای عزیز ما و میخواییم که دوباره یک مسجد خیلی خوبه بر دوستای عزیز ما معرفی بکنه. بله دقیقا، که مسجد زیبا، مسجد بسیار بزرگ، وقت بر دوستان کم کم نقل میتیم که مسجد در کشور روسیه است و در شهر. بله. مسکو. بله، بر دوستای ما راهنمایی کردیم که یه بار فکر کنن پیش خودشان و بفهمن که ما امروز میخوایم در مورد کدام مسجد صحبت. بله. بکنیم. خب دوستای عزیزم، در مورد معلوماتش که بریم میریم آیتم بعدی. پس همه قدر دیاتون داشته باشه، مسجدی که ما امروز میخواییم در موردش معلومات بتیم، همه قسمی که مریم جان گفت، در کشور روسیه هست. پس بریم یک کارتون زیبا ببینیم، بعد از او بیاییم با معلومات دادن در مورد این مسجد زیبا. بله. خب تشکر بسیار زیاد از تمام شما دوستای خوبم که تا این لحظات برنامه با ما بودین و ما گفتم که امروز چهارشنبه است و ما هم آیتم یک سفر یک چکر داریم که میخواییم در مورد مسجد مسکو با شما معلومات بتیم. بله مریم جان، نام مسجدی را که امروز میخواییم در موردش معلومات بتیم بر دوستای ما گفت. بله. مسجد جامع مسکو. بله. که امروز خیلی معلومات داریم در موردش و میخواییم که شما دوستای عزیز من در مورد همین چیزایی که ما میفهمیم آگاه شد. بله. خب پس من هم چند نظر چیست که شروع بکنیم. بله. بله. پس میگیم که اسلام در روسیه از لحاظ تعداد پیروان مقام دوم را داره، یعنی که مقام اول را از نگاه تعداد جمعیت تعداد پیروان دین مسیحیت داره و مقام دوم را دین اسلام داره. بله. ولی بگیم که احتمالاً تا چندین سال آینده تعداد مسلمانان از تعداد پیروان دین مسیحیت هم بیشتر خواهد شد. دیگه که میگیم روز کشوری هست که با دین مسیحیت به شمار میآید، اما واقعیت ای است که اسلام و مسلمانان نمیتونن که از تاریخشان جدا بسازن، بخصوص در طی چندین سال آینده که. بله. گفتیم قرار است تعداد پیروان دین اسلام بیشتر از تعداد پیروان دین مسیحیت شود. بله.
به همین دلیل میگه که اسلام مثلا تحقیقات و مطالعات مردم بسیار زیاد درباره دین مقدس اسلام باشه و بله. همچنان علاقمندی تمام مردم هم شهر مسکو به دین اسلام هستن. یعنی ما گفتن نمیتونیم که دین مسیحیت اول است دین اسلام دوم است، چون آینده را سنجیده نمیتونیم، به خاطر بله. که میشه که در آینده تعداد مسلمانان کشور زیاد و زیادتر بشوند. بله دقیقا. و همچنان همین مسجد مسکو در مسجد که در روسیه است، مسجد جامع مسکو در پایتخت کشور روسیه یعنی شهر بزرگ مسکو واقع شده. بله. و همچنان همین تاریخ هم مسجد مسکو تاریخچه 100 ساله داره، یعنی که 100 سال میشه که مسجد در کشور ساخته شده. بله ولی بله. در ادامه خود گفتیم که در این 100 سال در کل چه اتفاقاتی افتاده. بله. این مسجد به همون شکل اولی خود باقی مانده یا که نه تغییرات خیلی ایجاد شده. بله. خب بگیم که این مسجد در سال 1904 میلادی توسط یک انجینیر به نام آقای نیکولای ژوکوف بنیان گذاری شد. یعنی که طرح ریزی و پلانی که برای مسجد جامع مسکو بوده شخصی به نام آقای نیکولای ژوکوف طرح ریزی کرده و فعلا ما میتونیم که این مسجد زیبایی را که آقای نیکولای ژوکوف درست کرده ما او را ببینیم و دیدنش هم حتی لذت ببریم. بله. دیگه که میگیم این مسجد یکی از 4 مسجد فعال در شهر بزرگ مسکو به حساب میآید. بله. مسجد جامع مسکو در نزدیک سرک المپیک، یعنی در جایی که ورزشگاه سرپوشیده المپیک است، در اونجا واقع شده و همچنان این مسجد در دوران فعالیتش به عنوان مسجد مرکزی مسلمانان در کشور روسیه به حساب می آمده. بله. این در زمان فعالیتش یکی از مسجدهای فعال، یکی از مسجدهای بزرگ در کشور روسیه بوده. بله. پس این مسجد جامع مسکو را که گفتیم فعالیت های خیلی زیادی را انجام داده که نام مسجد فعال را بهش دادن. خب بگیم که مسجد جامع مسکو به یک نام دیگه هم یاد میشه و اون نام چی هست؟ مسجد تاتار. که میگم بیشتر به این نام هم یاد میشه اما فعلا هم بهش میگه مسجد جامع مسکو. دیگه ای که بگه مسجد جامع مسکو در سال 2008 میلادی به عنوان یکی از آثار تاریخی مهم وارد میراث فرهنگی شد، ولی به مرور زمان به خاطر بعضی از دلایل که دلایلش واضح هم نیست، به خاطر بعضی از دلایل از این آثار فرهنگی جدا شد و فعلا به عنوان یک مسجد یعنی مسجد جامع به حساب میآید. بله. که بعدم بالی آن در سال 2011 میلادی بعضی از همه جنجال ها و مشکلات که در او کشور به وجود آمد، مسجد چی میشه؟ تخریب میشه. بله. خراب میشه. که به این خاطر باز هم مردم مسکو و کسایی که مسلمان ها در اونجا بودن دوباره جنجال میکنن که چرا مسجد خراب شده. بالاخره در سال 2015 میلادی دوباره کار ساختمانش هم جور میشه و دوباره توسط رئیس جمهوری هم کشور رو تمام کسایی که از دیگه کشور هم از کشور مسلمان ها هستن، کشور اسلامی هستن، همیک بزرگایشان اونا با هم جمع میشن. مسجد دوباره چی میکنن؟ افتتاح میکنن. بله. پس میتونیم بگیم که مریم جان نماینده های دیگه کشورهای اسلامی به افتتاح مسجد جدیدی که ساختمانش دوباره درست شده بود در اونجا حضور داشتن و با حضور رئیس جمهور کشور مسکو اون مسجد دوباره افتتاح شد. خب دیگه ای که بگه مسجد جامع مسکو همون قسمی که از تصویرش میتونیم ببینیم که به نظر خودمون میگیم به به چه مسجد بزرگ است، دقیقا همه همین قسمی است. مسجد جامع مسکو حدود 6 طبقه داره. میتونیم بگیم که این مسجد 31000 متر مربع مساحت ساخته شده و همون قسمی که گفتم دوباره هم میگم 6 طبقه داره و در کل در همه محیط داخل این مسجد حدود 10000 نفر نمازگزار میتونن که براحتی نماز بخونن. یعنی که راحت 10000 نفری که به خاطر نماز خواندن و یا به خاطر عبادت کردن به همچین مسجدی میرن راحت اونجا میتونن که نماز بخونن. و اینکه بغیر از اینکه 10000 نفر در ساحه داخلی مسجد گنجایش داره، 10000 نفر دیگه هم در محیط ماحولش، یعنی که بگیم زحولیش به در هر جای دیگه شد 10000 نفر یا کمتر از 10000 نفر نمازگزار هم دیگه جاهایش هم میتونن که به خود داشته باشه. بله. و همچنان در زمان ساختمان جدید المپیک مسکو بخشی از زیربنای مسجد جامع سابق آسیب دید و اعتراضاتی از سوی جامعه مسلمانان را برانگیخت، اما در نهایت تصمیم بر این شد که مسجد باشکوه و بزرگ دیگر دوباره ساخته شود. بله. و بر اساس آن بیشتر از 20 میلیون مسلمان در یک کشور روسیه در شهر دکشور روسیه می باشد که در خود یک مسکو 30 میلیون مسلمان زندگی می کنند. بله دقیقاً.
پس مریم جان، دوست عزیزم خود تصویری مسجد هم دیدم میتونن که گفتیم مسجد جامع مسکو هست و به نام مسجد تاتار هم یاد میشه. ولی بیشتر نام مسجد جامع مسکو همه باش آشنا هستن. میتونن که از تصویر هم ببینن خیلی مسجد مقبولی است که هر کسی که عکسش را ببینه، خصوصا آره که ما در موردش معلومات هم دادیم به دوستای عزیزم که چه قسمی هست، مساحتش چقدر هست، چقدر نمازگزار را میتونه داخل خودش جای بده. به نظر من هر تک تک هر یکی از دوستای عزیزم دوست دارن که حتی یک بار هم برن به این مسجد از نزدیک ببینن، درسته؟ یا حداقل کسایی که رفتن نمیتونن میتونن درباره مسجد بیشتر تحقیق و مطالعه داشته باشن و زمانی که اگر خواست خدا بود در آینده بتونه که در این مسجد برن و هم زیارت کنن هم کل جایش رو ببینن. بله. خب دوستای خوبم چی میشه که بریم یک میان برنامه؟ بله مریم جان، ولی بگیم که دوستای از ما که رفتن به مسجد دیدن که خیلی خوب، ولی دوستای ما که ندیدن هم میتونن از طریق مطالعه کردن فکر بکنن که به مسجد میرن، خصوصا همیاره که ما داریم در مورد معلومات میدیم، ما داریم معلومات میدیم، دوستای از ما عکسایش هم میبینن، پیش خودتون یه بار تصور بکنن که به به این مسجد مقبول چه قسمی هست و میتونن که داخل اون مسجد هم تصوراتشون برن و لذت ببرن. خب مریم جان، همون قسمی که خودت گفتی وقتی یک میان برنامه رسیده، پس دوستای عزیزم بریم یک کارتون زیبا ببینیم و بعد از اون با ما همراه باشید. خب دوستای عزیزم، تا یه قسمت برنامه در مورد مسجد بزرگ یا مسجد جامع مسکو برای شما معلومات دادیم، ولی بریم طرف ادامه معلومات در مورد همچین مسجد زیبایی. میگیم که این مسجد 6 طبقه‌ای داره 7 مناره و یک گنبد زیبا هست. پس بریم با هم دیگه یک عکسی ببینیم از 7 مناره این مسجد که دوستای عزیزم در تصویر کامل میتونن 7 مناره و همچنین یک گنبد خیلی زیبایی که گفتیم مسجد جامع مسکو داره را ببینن. و همچنین که میگه مناره ها با ارتفاع بیش از 70 متر در بیشتر نقاط شهر قابل رؤیت هستند. یعنی همین 7 مناره‌ای که هر کدامشون 70 متری هستن را مردم شهر مسکو از هر جایی که بخواین طرف از این مسجد سعی بکنن درست میتونن که بفهمن اینجا چی است، مسجد مسکو قرار داره. و دیگه ای که بگم در همین مسکو چند مسجد دیگه هم وجود داره که میتونیم یکی از اونا را مسجد خاتم الانبیا که میتونیم بگیم وابسته به مرکز اسلامی سفارت کشور جمهوری اسلامی ایران هست، بگیم که وابسته به اون میباشه. پس بغیر از مسجد جامع مسکو خیلی مسجدهای دیگه هم هست در کشور مسکو که بزرگترینش یا همین مسجدی که ما میخواییم در موردش معلومات بده مسجد جامع مسکو هست. و دیگه ای که بگم این مسجد دارای 7 لفت یا آسانسور هست و همچنین که گنبدی با ارتفاع 46 متر و همچنین که قطری 37 متر داره. و پس میتونیم که یک چیز دیگر هم بگیم، چون ما در تصویر هم دیدیم، هست روی از اون ما میتونیم یک چیز دیگر بگیم که از دیگه عناصر مسجد جامع مسکو میتونیم به منبر و مناره شیشه‌ای و زیورالات روسیش اشاره بکنیم. پس وقتی خود ما تصور بکنیم زیباترین جای این مسجد کجا میشه؟ منبر و منارش میشه. چرا؟ چون که شیشه قسم از یایی که بگیم از زیورالات روسی ده و استفاده شده. بله، بسیار عالی. و همچنین ما میتونم بگم که همه سالن اصلی مسجد این رفشان بسیار بزرگ و زیبا داره که همه هم کار ساخت دست هنرمندان روسی میباشه. بله. که جلوه بسیار خاص زیبایی در خود مسجد دادم. و همچنین دیوارها و سقف این مسجد توسط صنعتگران ترکیه حکاکی شده و گنبد غرفه ها با 12 کیلوگرم طلا ساخته شده. یعنی که در این مسجد دمه غرفه ها و گنبدهاش با 12 کیلوگرم طلا ساخته شده که بسیار طلا زیاد در این مسجد به کار رفته. بله. و همچنین گنبد زیبای طلایی و دیگر گنبدهای طلایی عبادتگاه های ادیان دیگر خط افق مسکو را جلوه و زیبایی خاصی داده است که در هنگام غروب آفتاب یک نمای بسیار زیبایی را از خود نشان میدن. بله، بسیار هم خوب. خب مریم جان، من با دوستای زما گفتم که
در داخل خود ساختمان مسجد حدود 10,000 نفر یا بیشتر از 10,000 نفر گنجایش داره. بله. و حتی بیرون از مسجد، یعنی در صحنه حولی و بیرونش هم، کمتر از 10,000 نفر نمازگزار میتونه به خودش جای بده. بله. ولی بگیم که زمانی که رخصتی میشه در کشور مسکو، خیلی بیشتری از این مردم جمعیتشون زیادتر میشه در این مسجد. بله. که اگه بخوایم حساب بکنیم حدود بیشتر از 100,000 نفر به این مسجد میره. خود ما اگه بخوایم حساب بکنیم 100,000 نفر در این مسجد اگه بخوایم جای بگیرن خیلی شلوغ میشه. و همون قسمی هم هست، وقتی که 100,000 نفر یا 100,000 نمازگزار در خارج از دیواره های مسجد جامع مسکو قرار میگیرن، خیلی ازدحام به وجود میارن و خیلی هم بیروبار میشه. بله، که کار ساخت همین مسجد در سال 1904 میلادی شروع شد و در مدت 5 ماه تکمیل شد. بله، معمار نیکولای ژوکوف بود که آن را به توسط کمک تاجر به نام صالح یرزین ساخت. یعنی که معمار امی مسجد کی بود؟ نیکولای ژوکوف. و کسی که کمک‌های مالی به این مسجد کرد صالح یرزین بود. آمار نمازگزاران در مسجد جامع مسکو در سالهای اخیر بسیار زیاد شده و مسجد گنجایش قدر نمازگزار نداره. یعنی که در سالهای اخیر بسیار زیاد مردم در این مسجد نماز بخوانند، در نماز جماعت. بله، خب مریم جان واقعیت است دیگه، چون که ما گفتیم تعداد نفرایی که به این مسجد میره و گفتم اگه پیش خود ما تصور بکنیم یا در تصویرهایی که دوستای ما میتونن ببینن، خیلی تعداد جمعیت افرادی که میرن و از این مسجد دیدن میکنن یا بر عبادت کردن و نماز خواندن به این مسجد میرن خیلی زیاد است. بگیم که ابتدا در نظر بود که حفظ مسجد با حفظ مسجد ساخته شده در سال 1904 اون رو بدون هیچ تغییری بانن و همچنین که بگیم بدون هیچ تغییری به مجتمع مسجد جدید اضافه بکنن. بله. اما وضعیت ساختمان مسجد به گونه‌ای بود که اجرای کار اصلا عملی نبود. حالا به هر طریقی که بود ما میگیم که اجرای همچین کاری عملی نبود و نمیشد. میگیم به خاطر همین بنابراین تصمیم گرفته شد تا ساختمان قدیمی تخریب و همچنین با مصالح جدید، یعنی همون قسم مصالح، دوباره مسجد بزرگتر بسازن. بله، دقیقاً. ساختمان جدید گنجایش 10,000 نفر داره، اما وقتی که عید میشه، سال نو میشه یا ایام دیگه باشه، ایام خوشحالی باشه، تعداد نفرایی که در این مسجد میرن یا نماز میخوانن به 50,000 نفر میرسن. بله. پس چقدر خوب هست که حتی در کشور مسکو ما مسجد به زیبایی داریم، مسجد به بزرگی داریم که کسایی که مسلمان هستن، یعنی دوستان مسلمان ما که هستن در کشور مسکو، میتونن راحت به مسجد برن و حتی در اونجا هم به عبادت خدای خوب ما بپردازن. بله. خب مریم جان، ما خود در مورد مسجد جامع مسکو بر دوستان ما معلومات دادیم و از روی تصویر، از روی معلوماتی که ما براشون دادیم میتونن بفهمن که مسجد خیلی بزرگ است، همچنین که خیلی زیباست و واقعا جایی است که دل آدم میشه به اونجا به عبادت کردن خدای خوب خود بپردازه. ولی باز هم مریم جان هر چقدر که ما مطالعه بکنیم باز هم کم است. ما خیلی بر دوستای ما معلومات دادیم، ولی راه دیگر هم بر دوستای ما پیشنهاد میکنیم که دوباره برن و در مورد مسجد جامع مسکو یا همین مسجد تاتار معلومات پیدا بکنن تا که به معلوماتشون اضافه شود. بله، دقیقاً. معلومات بگیرین تا اینکه همه که معلومات که ما دادیم خوب است، اما اگر آدم بیشتر بیشتر معلومات داشته باشه، زمانی که اگر خداوند بخوایش ما در این مسجد رفتیم، باز خوبتر میفهمن که کجایش چی داره و چه قسم یک جای است. بله. خب مریم جون، شاید بعضی از دوستای ما در اول برنامه نبودن که ما یک یادی از فیسبوک و یوتیوب برنامه کردیم، پس دوباره هم بهشون یاد میکنیم. دوستای از ما، فیسبوک برنامه ما هست کودک نوجوان واو نداره، میتونید در فیسبوک برنامه ما بریم و دوستای و وقتی که دوست دارین عکسایتون در آیتم شگوفه ها پخش بشه، میتونید که عکسایتون رو در کامنت ها برای ما بانید و به مرور زمان او پخش میشه. و دیگه اگه بریم طرفی که دوستای از ما میتونن در فیسبوک برنامه هم برای ما نظرات و انتقاداتشان یا پیشنهاداتشان رو برای ما بانن، نظراتشان برای ما محترم است و سعی میکنیم که از نظراتشان به برنامه استفاده بکنیم. بله، دقیقا. و همچنان میتونن دوستای ما رو در یوتیوب دنبال کنن. بله، میتونن تمدن تیوی رو دنبال کنن، پیدا کنن، تمام برنامه های کودک نوجوانه در اونجا ببینن، گفته غزل جان چی نقاشی باشه،
اگر برنامه هایش گفته های آفرینش باشم. بله. مثلا هر برنامه‌ای که هر آیتمی که ما داریم همش در یوتیوب نشر میشه و شما میتونید ما رو ببینین. بله. خب دوستای عزیزم، ای بود از یک روز دیگه چهارشنبه و یک آیتم یک سفر یک چکر دیگه. بسیار خوشحال هستیم که یک روز دیگه رو با شما بودیم. تشکر که تا این قسمت برنامه با ما بودین. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.